امروز ما طرز تهیه ماهی شکمپر هست. مواد لازم: یک عدد ماهی، حالا نوعش بستگی به خودتون داره، من اینجا از ماهی قزل‌آلا استفاده کردم. 250 گرم سبزی معطر که شامل گشنیز و شنبلیله میشه. شنبلیله چون تلخ میکنه 1/10 گشنیز هستش. شما از سبزی معطر دیگه مثل نعنا، ریحون هم میتونید استفاده بکنید. پیاز نگینی خرد شده 1 عدد، 2 حبه سیر در صورت تمایل، 1 قاشق غذاخوری ربع انار، 2 قاشق غذاخوری گردو، پودر گردو، 1 عدد لیمو ترش یا 2 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، فلفل، نمک، زردچوبه، روغن و زعفران دم کرده به میزان لازم. قبل از هر چیز ماهی رو خوب تمیز میشوریم. میتونیم بالهاش رو جدا بکنیم یا نه به همین شکل، برای اینکه شکیل تر باشه میتونیم به همین شکل ازش استفاده بکنیم. ماهی شکمپر انواع مختلفی داره، ولی نوعی که امروز ما میخواییم درست بکنیم نزدیک هست به ماهی شکمپر شمالی. میام ابتدا ماهیمون رو مزه دار میکنیم. لیمو ترش، یا آب لیمو، زردچوبه، نمک، پودر سیر، فلفل سیاه، مقداری زعفران رو با هم مخلوط میکنیم و ماهی رو خوب با این مواد آغشته میکنیم. البته من اینجا شکم ماهی رو یه کوچولو شکاف دادم که راحت تر بتونم بعد اینا رو هم دیگه متصل بکنم. داخل شکم ماهی وقتی خوب به این مواد آغشته شد 2 ساعت قرار میدیم توی یخچال تا خوب مزه ها به خورد همدیگه برن. ابتدا کمی روغن داخل مایتابه میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. پیاز ها که و پیاز نگینی خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. پیاز ها که کمی سبک شد میایم سبزی رو باهاش مخلوط میکنیم. و تفت میدیم. چند دقیقه که تفت دادیم سیر خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اون رو به انار خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. رو به انار که خوب مخلوط شد گردو رو بهش اضافه میکنیم. بعد نمک، فلفل، و کمی زردچوبه بهش اضافه میکنیم و اینا رو خوب با هم مخلوط میکنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که حرارت باید زیاد باشه تا سبزی آب نندازه.
یکی دو دقیقه که اینا رو تفت دادیم خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا سرد بشه. بعد از اینکه ماهیمون مزه دار شد میخواییم مواد آماده شده رو بریزیم داخل شکم ماهی. البته میزان مواد شما بستگی به اندازه ماهیتون داره. من یه شکاف کوچیک دادم اینجا و از طریق این شکاف مواد رو داخل شکم ماهی میریزم. بعد از اینکه شکم ماهی کامل پر شد میایم با خلال دندون یا با نخ و سوزن اینها رو به هم دیگه متصل میکنیم. بعد از این مرحله مقداری زعفرون دم کرده روی ماهی میریزیم برای اینکه خوش طعم و خوش رنگ بشه. ما این ماهی آماده شده رو میتونیم به وسیله فر یا به وسیله مایتابه و روی گاز آمادهش بکنیم. اگر داخل فر گذاشتین 180 درجه سانتیگراد و حدود 30 تا 40 دقیقه. 30 دقیقه اول توی همون طبقه وسط فر ولی 10 دقیقه آخر گلی رو روشن میکنید تا روی ماهی کامل برشته بشه. اگر میخوام این ماهی رو روی گاز آماده بکنیم لازم هست که از مایتابه رژیمی استفاده بکنیم. مایتابه رژیمی رو کمی روغن داخلش میریزیم یا میتونید اسپری بکنید و روی حرارت قرار میدیم. ماهی رو داخلش میذاریم، ابتدا حرارت رو یه مقدار زیاد میکنیم، در مایتابه رو باز میذاریم چون اگه در مایتابه رو ببندیم در این حالت له میشه ماهیمون. در مایتابه باز هست، یه مقدار آبش تبخیر شد حرارت رو کم میکنیم و در مایتابه رو میذاریم و یک طرف که سرخ شد برمیگردیم تا سمت دیگه هم آماده شد. یک سمت که آماده شد برمیگردیم تا سمت دیگه هم آماده بشه با حرارت خیلی کم که داخلش هم مسخ بشه. سبزی پلو با ماهی شکم پر ما آماده شد. البته من سبزی پلو رو توی ویدیوی دیگه ای که سبزی پلو با ماهی هستش به شما آموزش دادم. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو آماده و میل بکنید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپرید. ممنونم.